سلام شاگردان عزیز، خدا کند که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشه. باز هم همه شاکر صالحی هستم، مضمون دری شما را صنف هشتم را تدریس میکنم. درس امروز ما درس چهارم هست، نعت شریف. پس نعت شریف را ما چگونه بیان میکنیم یا مفهوم معنای نعت شریف چیست؟ نعت شریف ثنا، صفت و تمجید آن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. زمانی که ما تمجید توصیف از رسول خدا میکنیم و او را به بهترین اشکالش یاد میکنیم، به بهترین زبان او را بیان میکنیم، این نعت رسول الله میگن. پس نعت که در صف هشتم براتون بیان شده، این نعت شریف در مفهومش گفته که شب که رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا میآید، شبی است که زمین و آسمان مکه نورباران هست در اون شب. یعنی طور شاعر در اینجا گفته که زمین و آسمان مکه نورباران هست و حتی ستاره ها در گوش هم میگفتن که امشب نیمه شب آفتاب طلوع میکنه، یعنی در نیمه شب آفتاب خود طلوع نمیکنه. منظور هدف از اونا چی بود؟ هدفشان به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. و در این حال آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم همه چیز را میدید، یعنی تمام نور را که از آسمان به طرف زمین می آمد و همچنان ستاره ها چقدر درخشان شده بود، تمام برکات را که در او زمان بود، تمام این را آمنه مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم میدید و همچنان گفته که محمد تابنده میماند، یعنی درخشان میماند رسول الله صلی الله علیه و سلم. درست است که جسمان از این دنیا رفته، اما او کار را انجام داد، طریقه را برای ما گذاشت که تا روز قیامت برای ما باقی است و ما پیرو او میباشیم. هر آن کس که از سخنان آن رسول الله درست عمل کرد با سخنان او، او انسان چی هست؟ انسان رستگار و کامیاب هست و انسانی است که همیشه به راه راست و راه درست هدایت شده است. و هر آن کس که سخنان او را مورد قبول خود قرار نداد، او انسان منحرف میشه. پس در درسی که امروز ما خواندیم، یک سلسله از قواعد دستوری را ما براتون نام میبریم که این سلسله قواعد دستوری در درس‌های بعدی تان برای شما میآید و انشالله در درس‌های بعدی براتون تشریح میشه. یکی فعل از نگاه زمان به سه بخش تقسیم شده: فعل حال، آینده و گذشته یا ماضی. ریشه فعل، ریشه فعل یکی ریشه شماره یک هست و شماره دو. شماره یک زمان حال و شماره دو زمان گذشته هست. ضمیر، انواع ضمیر، ضمیر شخصی، منفصل و متصل هست. قید و اقسام آن که تقریبا ما 9 نوع یا 12 نوع قید داریم که بعدا نیره در درس های بعدی مفصلا بالایش صحبت میکنیم. و همچنان پیشینه ها و پیشوند ها هست، پسینه ها و پسوند ها هست که پسینه چیست، پسوند چی هست، تفاوت اینا در چی هست، تفاوت پیشینه با پسینه، تفاوت پیشینه با پیشوند ها، تفاوت پسینه با پسوند ها در چیست. اگر خواست خداوند بود روزهای بعد انشالله براتون نیره مفصلا تشریح میکنیم هر کدام از اینا. و نعت شریفی که امروز شما خواندید، این نعت شریف هم در باره اوصاف آن رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما راجع به نعت شریف. اگر کدام مشکل در درس دارین یا مشکل برتان پیش میشه، شما میتونید که سوالتان را در واتساپ یا تلگرام برای ما روان کنید و ما حل مشکل میکنیم برایتان. و در غیر از او کارخانگی شما حل تمرین کتابتان و همچنان نوشتن نعت شریف و یک مقاله مختصر در مورد اوصاف آن رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس وقتتان خوش، خدا حافظ.